سلام به صفحه ویژه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در واشنگتن آفتابی خوش آمدید. در میانه روز اصلی انتخابات هستیم، در حالی که دو نامزد تا آخرین لحظات به مبارزات انتخاباتی ادامه دادن. جو بایدن بعد از آخرین تلاش ها در پنسیلوانیا به دلاور میره و از اونجا نتیجه انتخابات رو دنبال میکنه. دونالد ترامپ که امروز به ویرجینیا رفت، برخلاف معمول رؤسای جمهوری در دور دوم در کاخ سفید نتیجه انتخابات رو با مهمانانی که به اونجا دعوت کرده دنبال میکنه، جایی با فاصله بسیار اندکی پشت سر ما. در مرکز شهر واشنگتن گویا اهالی خودشون رو برای یک جنگ آماده کرده باشن. تمام شیشه ها با حفاظ های چوبی پوشانده شده. این نگرانی از همین حالا هست که نامزد بازنده نتیجه انتخابات رو نپذیره و در جامعه به شدت دو قطبی شده فعلی کار به اعتراض و خشونت بکشه. اما چه شد که این مبارزات انتخاباتی در این دوره به این شکل پیش رفت و چه چیز بر وضعیتی که نامزدها امروز دارن تاثیر داشته؟ رفتار و گفتار خودشون یا مسئله خارج از اختیار اونها؟ دو مهمان دعوت کردیم. آلاله کامران، وکیل دادگاه‌های ایالتی و فدرال از لس آنجلس با ما هستن. خانم کامران از طرفداران دموکرات ها هستن. و آلبرت بوتساز، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و آمریکا از لس آنجلس. آقای بوتساز جمهوری‌خواه هستند. خوش آمد میگم به هر دو مهمان این برنامه. آقای بوتساز از شما بپرسم، نظرتون چیه در مورد این دور از انتخابات؟ آیا شبیه هیچ کدوم از انتخاباتی که قبلاً شما شاهدش بودید هست؟ مسلماً خیر. انتخابات سال 2020 انتخابات متفاوتی هست و دلیل متفاوت بودن این انتخابات به این خاطره که امروز کشور ایالات متحده آمریکا در یک مقطع زمانی قرار گرفته که یک بحران داخلی که من فکر میکنم این بحران حداقل 5 تا 10 سال طول بکشه تا حل بشه. منظور من از بحران، بحران اقتصادی نیست، بحرانی که بین طبقات انجام گرفته، بحران طبقاتیه. اون چیزی که شما بهش اشاره کردین، امروز یک جنگ طبقاتی، جنگ فرهنگی در داخل آمریکا صورت گرفته. من البته هر دو طرف رو مقصر میدونم، ولی طریقی که حزب دموکرات اون مسئله رو که من به عنوان نفرت و خشم در بین طرفداران خودش ایجاد کرد تا بتونه طرفداران خودش رو وارد اون صحنه سیاسی بکنه و پرزیدنت ترامپ رو شکست بده، چاره‌ای برای حزب دموکرات جز این رویه نبود. من اشاره میکنم به صحنه که خانم پلوسی در مجلس آمریکا در زمانی که پرزیدنت ترامپ داشتن صحبت‌های سالانه خودشون انجام میدادن که نطق پرزیدنت ترامپ رو پاره کردن و بقیه این مسائل، یک چرخه‌ای رو در آمریکا به وجود آورده و اون چرخه اینه که در انتخابات گذشته معمولا دو کاندید از همدیگه اون تنفر رو داشتن، ولی امروز اون تنفر و خشم بین در واقع طرفداران اون دو کاندید و طرفداران دو حزب انجام شده. البته اشتباهاتی هم در اینجا صورت گرفته و اون اشتباهات رو من فکر میکنم که زمان جوابوی این مسئله خواهد بود. بفرمایید. اجازه بدین نظر خانم کامران رو هم در این باره بشنویم. خانم کامران، نظر شما چی هست؟ میگن اشتباهاتی صورت گرفته، بیشتر از طرف دموکرات ها به نظر آقای بوتساز. نظر شما چیه؟ خیلی خیلی راحت آدم میتونه اون یکی حزب رو مقصر بدونه. در این 4 سال اخیر اتفاقایی که افتاده با روش سیاسی پرزیدنت ترامپ اینطور بوده که باعث شده که اون اشخاصی که به پرزیدنت ترامپ لویال هستن و محافظه‌کار، جزوی از حزب محافظه‌کار هستن، بیشتر و بیشتر عاشق ترامپ بشن. ولی در واقع این روش سیاسی پرزیدنت ترامپ باعث شد که مقدار زیادی از شهروندای امریکایی که شاید اون افکار سیاسی رو نداشته باشن و از محیط سیاسی ترامپ دور بکنه. بهش میگن دیسنفرانچایز کردن. مثال بزنید خانم کامران، منظورتون کدوم یکی از عملکردهای آقای ترامپ هست به طور مشخص که فکر میکنید که به این تقسیم و به این فاصله انداختن بیشتر دامن زده؟ یکیش که بسیار بسیار مخصوصه و واقعا باعث ناراحتی و نگرانی دموکرات ها میشه، طرز رفتار با ایمیگرنت ها هستش، با مهاجرین هستش که از
مرزهای جنوبی می اومدن و طرزی که اینا رو بازداشت کردن، دستگیر کردن و طرزی که اینا رو توی قفس‌ها نگه داشتن، بچه‌ها رو از مادرهاشون جدا کردن، مادرهایی که اومدن اینجا رو به بیمارستان‌ها بردن، عقیمشون کردن و الان بالای 570 تا بچه گم، یعنی پدر مادرشون رو گم کردن و نمیدونن این بچه‌ها رو چطوری به پدر مادرشون برسونن. یکی دیگه از سیاست‌های پرزیدنت ترامپ خارج شدن از کلایمت اکت بود که امریکا رو قرارداد محیط زیستی پاریس درسته و این بسیار نگران کننده هستش برای دموکرات‌ها و برای اشخاصی که اعتقاد دارن که کلایمت چینج میتونه که روی زندگی ما و داره روی زندگی ما اثر میذاره. سومیش طرز رفتار و گذاشتن قضاتی بوده توی دادگاه‌ها، این قضاتی که کوالیفیکیشن نداشتن و به اصطلاح فقط و فقط پیرو افکار کانسرواتیو بودن و باعث 300 تا قاضی جدید روی دادگاه‌های فدرال گذاشته و این باعث میشه که و همشون مرد بودن، مثلا زنها بسیار کم بودن و اقلیت‌ها کم بود، حتی کمتر از اون، و این باعث میشه که یک برگشتی بشه از نظر قانونی به 40 سال پیش، نه اینکه جلو بریم و نه اینکه به حق و حقوق اقلیت‌ها، اقلیت‌های رنگی، اقلیت‌های جنسی مثل LGBTQ و زنها رسیدگی بشه. اینجا بدین نظر آقای بوتساز رو بشنویم در مورد این صحبت ها. آقای بوتساز میگن آقای ترامپ ظرف 4 سال کردن که به این اختلافات دامن زده و فاصله رو بیشتر کرده. شما چی میگید؟ در جواب خانم کامران اجازه بدین من برگردم به سال 2016 و بگم اولین کسی که این جنگ رو شروع کرد خانم هیلری کلینتون بودن، با اینکه گفتن طرفداران آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ اسفناک هستن. من دیگه نمیخوام کلمه انگلیسی رو استفاده بکنم. خانم کلینتون جنگی رو شروع کردن که نتونستن تمام بکنن و انقدر ایشون اطمینان داشتن که میتونن رئیس جمهور آمریکا بشن و این حقیه که در واقع به ایشون به ارث رسیده بوده که نتونستن کارهای انتخاباتی درستی رو بکنن و آقای پرزیدنت ترامپ که قرار نبود رئیس جمهور بشه. بنده اینجا میگم این رو، ایشون سیاستمدار رو قرار نبود ولی طرفدار داشتن. مسئله دوم، وقتی راجع به مهاجرت ما داریم صحبت میکنیم، اهمیت 500 نفر در یک کشور 350 میلیونی که یک سوم از اقتصاد جهان رو میگردونه اهمیتی نداره. اینها به طور غیرقانونی وارد این مملکت شدن و زمانی که سعی کردن ماموران آیس، ماموران مهاجرتی که این بچه‌ها رو برگردونن، دیدن پدر و مادری وجود نداره. اون یک مسئله جداگانه که من فکر می‌کنم اصلا از بحث انتخابات آمریکا به دوره. اما ولی آقای بوتساز فقط در مورد اون نیست. مثلا بحث دیگری که بود در مورد فرمانی بود که آقای ترامپ داد برای ورود بعضی از کشورهای مسلمان که اتفاقا ایرانی‌ها هم جزوش بودند که ورود اونها رو به آمریکا محدود کرد. فقط مهاجرانی که غیرقانونی وارد می‌شدن نبودن، مهاجرانی که حتی می‌خواستن قانونی وارد بشن هم با مشکل روبرو شدن. بله، الان سوال شما رو هم جواب میدم، ولی در خاتمه در اون قسمت در صحبت خانم کامران، زمانی که ما راجع به سیستم دادگاه صحبت می‌کنیم، وقتی که خانم گینزبرگ در چند هفته پیش فوت کردن، جاستیس گینزبرگ، خانم گینزبرگ، حزب دموکرات نتونست خانم گینزبرگ رو متقاعد بکنه که استعفا بده. ایشون سرطان داشت و از 7 سال پیش میدونست که حالش خوب نبود و در اون زمان، زمانی که فوت کردن، این اشتباه بزرگ حزب دموکرات بود و این شانس رو به جمهوری خواها و سنا داد که بتونه یک جاستیس، یک قاضی که در واقع خیلی هم کانسرواتیو هست، در دادگاه بذاره. و برای بقیه دادگاه ها اشتباه آقای پرزیدنت اوباما بود که این پست ها رو پر نکردن، چون انقدر اطمینان داشتن که خانم کلینتون میبره، بنابراین اشتباهاتی بوده که حزب دموکرات انجام داده. اما در رابطه با مسئله‌ای که در رابطه با مسلمانان گفتیم، من فکر میکنم فقط شما احتیاج داره نگاهی بندازید به اون طرف آب، کانال مانش، ببینید در فرانسه چه شد، امروز در وین چه شد و در بقیه اروپا. سیاست های پرزیدنت ترامپ نسبت به ایرانی ها نبوده. من هم خودم یک ایرانی هستم. سیاست های پرزیدنت ترامپ نسبت به اسلامگرایی، نسبت به مسلمانانی که اسلامگرا هستند و میخوان وضع جامعه آمریکا و بقیه دنیا رو به هم بریزن. شما در همین کشور انگلستان هم میبینید، من خودم 12 سال در منچستر زندگی کردم و دیدم این اتفاقات اون موقع در اونجا نبود. امروز شما لندن رو که وارد میشید یه حال هوای دیگه داره. بنابراین
جلوگیری از ورود اسلامگرایانی که در واقع مخالف این روی زندگی هستن کار بسیار درستی بوده. بفرمایید. خانم کامران، صحبت آقای بوتساز رو شنیدید. ضمن اینکه من دیدم انتقادات شما بیشتر به این برمیگرده که آقای ترامپ سعی کرده نظر کسانی رو که بهش رأی دادن تامین بکنه. به نظر میاد که به هر حال این وظیفه هر سیاستمداری هست. اینطور نیست؟ اگر که او میخواست که قولهایی که داده بود عمل نکنه، خب خیلی برای او سخت میشد ادامه را. چرا چنین مسائلی رو به عنوان انتقاد از او مطرح میکنید؟ فکر نمیکنید که او کاری رو که باید انجام میداد رو انجام داده؟ عزیز من، وقتی که یه نفر یه کاندیدا هستش، همون جوری که پرزیدنت ترامپ سال 2015-16 کاندیدا بود، یک سری قول و قرارهایی داد به حواریون خودش به اصطلاح. ولی وقتی که یک شخص انتخاب میشه، حالا بگذاریم از این که آیا این انتخاباتی بود که از طرف شوروی توش دست رفته یا دست نرفته، و اینجا جاش نیست که ما بخوایم راجع به این مسئله بحث بکنیم. وقتی که یک شخص پرزیدنت یک مملکت میشه، فقط پرزیدنت اون حواریون نیست، پرزیدنت تمام مملکت میشه. یعنی دیگه از پوزیشن کاندیدا بودن میرسه به پوزیشن این که یک لیدر هستش و داره مملکت رو جلو میبره و داره همه رو ریپرزنت میکنه. بنابراین خیلی مهمه که وقتی که یک شخص به سمت پرزیدنسی میرسه، اونم پرزیدنسی مملکتی مثل امریکا، جهان اول، باید در تمام تصمیماتش تصمیمایی باشه که به اکثر و به اکثر شهروندا بهبودی زندگی باشه، نه اینکه یک سری بسیار بسیار زیادی از شهروندا رو خارج از گود بکنه، فقط صرفا به اینکه یک سری بهش بده. طرفداران آقای ترامپ میگن که او این کارو کرده، وضع اقتصاد تا پیش از این بحران فعلی کرونا وضع خوبی بود، حتی حداقل حقوق برای کسانی که به هر حال قشر فقیرتر هستند بالا رفته بود، بسیاری راضی بودند از عملکرد اقتصادی او و میگفتند که اون قولهایی هم که داده به خوبی عمل کرده. آیا این کافی نبود برای همون هدفی که شما میگید که اکثر آمریکایی ها یا اکثر افراد رو در جامعه خوشحال بکنه؟ نه، به خاطر اینکه نه، فقط عملکرد اکونومیک آپترن دلیل به این نمیشه که یه نفر پرزیدنت خوبی باشه یا پرزیدنت خوبی نباشه. وقتی که تمام سیستم قضایی و جزایی ما، وقتی تمام سیستم ایمیگریشن ما، وقتی که تمام سیستم هایی که وجود داره رو دونه دونه از بافتش جدا کرد و با اجازه داد که سیستم هایی که وجود داشتن از بین برن یواش یواش، و در آدم‌هایی رو که لایق بودن و بلد بودن، کار بلد بودن و نتونست تو پوزیشن ها بذاره، باعث شد که این بافت سیستم دموکراسی ما یواش یواش از بین بره. من کارم دفاع جناییه، من توی دادگاه‌های جزایی ایالتی و فدرال تو نیویورک و میشیگان و تکساس کار میکنم و کالیفرنیا. وقتی که شما میبینید که در طی 4 سال گذشته سیستم جزایی احترامش رو در توی دادگاه ها از دست داده، سیستم های دادستانی احترامشون و کردیبیلیتیشون رو، یعنی ما ها نمیتونیم دیگه باور بکنیم حرفی که از دهن دادستانی و در میاد، یک تیشه به ریشه سیستم دموکراسی ما خورده شده در طی این 4 سال اخیر که تا توی کار نباشیم و تا نبینیم اثرش روی پرونده های مردمی، اون نمیتونیم بفهمیم که دمج چی بوده. اشاره جالبی کردید خانم کامران. آقای بوتساز، این مسئله که خانم کامران در بحث در واقع دادگاه ها و مسئله کار خودشون مطرح کردن، خیلی جاهای دیگه هم بهش اشاره میکنن، میگن کارهایی که آقای ترامپ کرده به خاطر اینکه آدم سیاسی نبوده، به خاطر اینکه به نظر میرسه که اساسا با اون سیستم هایی که سالها کار کرده بود از اساس مشکل داشت، کار رو به جایی رسونده که خیلی از اینها به نظر الان غیر قابل برگشت میاد. صدمه ای که خورده به اون سیستمی که وجود داشته و قرار بوده که کار بکنه و جوابش رو هم پس داده بوده. مثلا شما چیه در مورد این انتقاد؟ نواقصی که در سیستم قضایی آمریکا یا در بقیه سیستم ها هست ارتباط به قانون داره، ربط داره به قوانینی که در این مملکت تنظیم میشه. توجه شما بکنید که کشور آمریکا کشوریه که طراحی شده،
آمریکا کشور بومی نیست. آمریکا مثل بریتانیا نیست که حالا یه سری از این جنبه مثل فرانسه یا مثل آلمان یا بقیه کشور اروپا یا اسپانیا یا ایتالیا نیست. آمریکا کشوری که در 270 سال پیش طراحی شده با طراحی یک دولت در گذاشتن اون کانستیتوشن قانون اساسی آمریکا که شاید تنها کشوری است در دنیا که قانون اساسیش نوشته شده و بر طبق قوانین داره عمل میکنه و در واقع دفتر ریاست جمهوری توسط مجلس و سنا مورد کنترل قرار میگیره و مجلس و سنا و دفتر رئیس جمهوری توسط دادگاه سوپریم کورت آمریکا. بنابراین اشاره خانم کامران در اینجا از نظر من کاملا رده، برای اینکه یک نفر در 47 ماه نمیتونسته اون خرابکاریایی که خانم کامران دارن اشاره میکنن انجام داده باشه. اینها نواقصیه در سیستم آمریکا، در این امپراتوری جوان، در این کشور جوان که به مرور زمان حل میشه. فراموش نکنیم ما در سال 1965 اجازه رفتن به سیاها دادن. فراموش نکنیم در 100 سال کمتر از اون حتی زنها هم نمیتونستن رای بدن. بنابراین ما نمیتونیم امروز اینجا بشینیم بگیم نواقصی که داره انجام میشه در دادگاه و در سیستم، که البته نکته ایشون درسته، ولی یک اشاره کلی من به این مسئله دارم. آمریکا کشور سوسیالیست نیست، آمریکا سوشالیست نیست. اون سیستم سوشالیست در اروپا کار میکنه، در آمریکا کار نمیکنه. اون سیستم برای خودش در اروپا جا افتاده و میتونه عمل بکنه. و اگر امروز دید آقای بایدن یا حزب دموکرات یا بقیه به اونه که آمریکا رو به جایی ببرن که اروپا هست، از نقطه نظر من و جمهوری خواهیم این مسئله کاملا رده و آمریکا به اونجا نخواهد رسید. برای اینکه این کشور راه و روش خودش رو داره بر طبق نکاتی که برای شما گفتم. این کشور طراحی شده و این طراحی آرکیتکتی داشته که دقیقاً قانون رو در اونجا تنظیم کرده که به این مسائل رسیدگی کنه. بسیار خوب. من فکر می‌کنم که ما بهتره که راجع به مسئله مهم این روزها هم صحبت بکنیم. مسئله‌ای که علارغم تمام تلاشی که در آغاز مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ کرد که راجع به این مسئله در واقع فوکوس این کمپین و تمرکز این مبارزات انتخاباتی روی این مسئله نباشه، به هر حال باز هم این مسئله کرونا سایه انداخت روی تمام مبارزات انتخاباتی. خانم کامران، نظر شما در مورد شیوهی که آقای ترامپ این بحران رو اداره کرد چیه؟ به نظر من خیلی بهتر از اینها میتونست که از این بحران به این بحران رسیدگی بکنه. پرزیدنت ترامپ چون که بیزنسمن هستش و براش بسیار مهم بود و بسیار مهم هستش که از نظر اقتصادی امریکا سقوط نکنه، نخواست که و به گفته خودش نخواست که پنیک بکنه و مردم پنیک بکنن، ولی با این حساب نداشتن یک سیاست فدرال، یک سیاست نشنال باعث شد که ما نتونیم که کرونا رو تحت کنترل بیاریم. الان ماه نوامبر هستش، ماه 11 ماه سال هستیم، ما از ماه سوم سال داریم با کرونا دست و پنجه نرم میکنیم و هنوز نتونستیم کنترلش کنیم. کما اینکه هفته پیش بزرگترین بالاترین شماره اشخاصی که کرونا گرفتن 80,000 نفر بود و تا لحظه‌ای که متوجهم. الان البته این به هر حال بحرانی است که خیلی جاهای دیگه هم باش دست به گریبانن. همین الان که من با شما صحبت میکنم در بریتانیا قوانین سخیرانه دوباره داره برمیگرده و قرار هست که قرنطینه بسیار جدیتر برقرار بشه. اما سوال اصلی این هست که اگر آقای ترامپ قرار بود که فراموش بکنه مسئله اقتصاد رو و تن بده به قرنطینه گسترده، نگران این نیستید که اون ممکن بود اثرات خیلی بدتری و جبران ناپذیری نه تنها در امریکا، به خاطر اینکه امریکا اقتصادش رو بقیه دنیا هم تاثیر داره، رو بقیه دنیا میگذاشت؟ ببینید، مسئله اینه که اثرش بد هست و اثرش در همه جای دنیا بد هست. مسئله بین بد و بدتره. بدتر از این که اکانومی امریکا نمیتونه سقوط بکنه، بدتر از این که نمیتونه بشه، بیزنس ها از بین رفتن، مردم کارشون رو از دست دادن، طبقه پایین و طبقه کارگر اگر که کمک این استیمولسی که ما داشتیم و کمک دولتی نبود، بسیاری از اشخاص تا حالا نابود شده بودن. کما اینکه اگر که استیمولس نباشه بسیاری نابود خواهند شد. طبقه میدل کلاس داره از بین میره. خیلی هم فرق زیادی نکرده این طرزی که رفتار کردن، فقط درد دراز مدت تر شده، فقط یه کمک یه آمپول زدن واسه به یه مریضی که در حال مرگ، بهتر از اینها خوب بود انجام شد. خوب بود که سیاست درست تری از این که استفاده کنن تا اینکه اصلا به روح هم نیارن که مریضی وجود داره.
آقای بوتس، از نظر شما چیه؟ آقای ترامپ از روز اول سعی کرد همونطور که خانم کامران میگن بگه که این کاری بکنه که مردم وحشت نکنن. بارها راجع به این صحبت کرد که من به عنوان رهبر میخواستم کاری بکنم که مردم نگران نشن. از نظر شما آیا این رفتار درستی بود؟ از نظر من کاملا درست بود و حتی من میتونم اینو بگم که اگر یک رئیس جمهور دموکرات سر کار بود، امروز آمریکا جزو کشورهای ورشکسته دنیا بود. ولی خواهش میکنم توجه کنید به این نکته. بحران کرونا یک بحران بین المللیه، بحرانیه که به آمریکا تحمیل شده، حالا یا توسط چینی ها یا توسط گروه های دیگه یا هر اتفاقی که افتاده. ولی بحران کرونا این ویروس یک بحران پزشکی بوده، این بحران سیاسی نبوده، بحران اقتصادی نبوده. بنابراین اگر جامعه پزشکی نتونسته خودش رو آماده بکنه که در مقابل این مسئله پزشکی مقابله بکنه و برنامه‌های دراز مدت رو داشته باشه، این مسئله رو نمیتونه گردن آقای ترامپ بندازه که سیاستای ایشون بوده. آقای ترامپ به نظر میاد که خیلی هم به بعضی از توصیه‌هایی که از طرف مهمترین پزشکان، مهمترین متخصصان بین المللی بهش میشد چندان توجهی نداشت. مثلا قضیه ماسک، ماها و ماها اینجا صحبت بود، آقای ترامپ زیر بار ماسک نمیرفت. کاملا درست میگین شما، ولی اجازه بده من اشاره بکنم به دکتر تدروس، رئیس هو، رئیس World Health Organization، سازمان بهداشت بین‌المللی. ایشون که جیره‌خوار چین هستن، تا اونجایی که تونستن اطلاعات رو از آمریکا دور نگه داشتن. بنابراین ما نمیتونیم اینجا بشینیم با تمام اتفاقاتی که در دنیا افتاده، با تمام کارشکنی‌هایی که از طرف سازمان بهداشت جهانی و چینی‌ها شده، تماما این رو فقط مقصر بدیم برای اینکه آقای ترامپ نمی‌خواستن ماسک بزنن. بله، من هم متقاعد هستم که آقای ترامپ، پرزیدنت ترامپ، مسئله ماسک رو حتی یه مقداری هم سیاسی کردن. امروز شما اگر انتخابات رو نگاه بکنید یا گرد همایی رو نگاه بکنید، اونهایی که جمهوری خواه هستن ماسک نمیزنن. کار اشتباهیه، ماسک رو باید بزنن، برای اینکه راه پیشگیریه و این مسئله‌ایه که باید جدا بشه. ولی این رو به عنوان یک اشتباه یا به عنوان اینکه آقای ترامپ متوجه شده بودن، پرزیدنت ترامپ متوجه این مسئله شدن که این ویروس کرونا اون شانسی رو که هیچ وقت حزب دموکرات و شخص بایدن نداشتن، این شانس رو داد و با صاف کردن این جاده آقای بایدن امکان اینو داره که بتونه رئیس جمهور آمریکا بشه. بفرمایید. سوالی که پیش میاد این هستش که واقعا حالا در میانه روز انتخابات هستیم، حدود 100 میلیون نفر پیشاپیش رای دادن. امروز از صبح به نظر میرسه که شلوغی قابل توجهی در مراکز رای گیری هست. به نظر میاد بر اساس پیش بینی ها این انتخابات رکورد شرکت مردم رو در انتخابات بشکنه. امروز صبح آقای ترامپ در حالی که با فاکس نیوز تلفنی مصاحبه میکرد، گلایه‌ای رو مطرح کرد. گفت که فاکس نیوز به اندازه کافی از او حمایت نکرده در این دوره از انتخابات. آقای بوتس، از نظرتون راجع به این موضوع چیه؟ فکر میکنید که آقای ترامپ چقدر شانس داره برگرده به کاخ سفید؟ و اگر که برنگرده دلیلش چی میتونه باشه؟ البته خب آقای ترامپ درست گفتن، برای اینکه معمولا فاکس و تمام اعضایی که در اونجا شرکت میکردن از آقای ترامپ دفاع میکردن و ایشون رو برای مصاحبه میوردن، ولی امروز فقط یک نفر هست که اون کار داره انجام میده. مسئله که برای انتخابات داره میفته، شاید تا امروز بر طبق اطلاعات 100 میلیون نفر آمریکایی رای داده باشن و قریب 60 میلیون دیگه امروز در صندوق‌های رای میرن و رای میدن. من فکر میکنم که آقای ترامپ شانس بسیار بسیار زیادی رو داره و شاید اگر من بخوام مقایسه بکنم، من نقطه نظر تاریخی، در سال 1948 هری ترومن که در واقع دموکرات بود با رقیبش که دوی بود که شهردار نیویورک بود، یک روز قبل از انتخابات مجله ها چاپ خودشون رو کرده بودن که دوی دیفیت ترامپ، دوی ترامپ ببخشید ترومن رو شکست داد. ولی آقای ترومن با همین سیستمی که امروز آقای ترامپ پیاده کردن، یعنی با برگشت به شهرها، در چند روز نهایی تونستن در واقع صحنه سیاسی رو برگردونن. من اطمینان کامل دارم که آقای ترامپ برنده خواهند شد. ممکن همین امشب نتایج در نیاد، ولی باید شماری رأی هایی که توسط در واقع بعضی ها که بعضی از ایالت ها میخوان حتی تا امروز هم رأی هایی که به طریق پست میرسه حساب بکنن، بعضی از ایالت ها این قانون رو دارن، بعضی از ایالت ها این قانون رو ندارن. ولی نتیجه به نظر من امشب اعلام نخواهد شد، بسیار بسیار مشکل خواهد بود، چون حدس من بر اینه که تعداد رأی ها بسیار بسیار نزدیک خواهد و اون مسئله 300 یا 350 کرسی برای طرفین غیر قابل قبوله. من فکر می‌کنم بسیار بسیار نزدیکه، ولی آقای ترامپ پیروز بود.
اجازه بدیم ببینیم خانم کامران نظرشون چی هست. خانم کامران، بر اساس نظرسنجی ها آقای بایدن جلو هست، اما در انتخابات پیشین هم خانم کلینتون جلو بود. نظرتون چیه در مورد نتیجه انتخاباتی که امروز برگزار شده؟ زیبایی این انتخابات 2020 اینه که در تاریخ امریکا ما هرگز همچین اکسایتمنت و هیجانی نداشتیم که این همه مردم بریزن و رای بدن. کاری که اقلا ترامپ کرده این 4 سال، تنها کاری که من با کارهای ترامپ قبول دارم اینه که انقدر سیاستش سیاستی بود که مردم رو به جون هم انداخت و همه رو به جون هم انداخت که همه دارن به صندوق‌های رای میرن که رایشون رو بدن. بنابراین من ممنونم. اقلا ما شهروندای امریکایی واسه بار اول فهمیدیم و به این نتیجه رسیدیم که رأیمون مهمه و مسئولیت قانونی و مسئولیت داریم تو جزوی تو جامعه زندگی کردن که رأی بدیم. 100 میلیون از ووت‌هایی که از رأی‌هایی که داده شده تا آخر بعد از ظهر امروز شروع به شمردن نمیشن. 60 میلیونی که امروز به پای صندوق‌های رأی میرن یواش یواش شروع میشه به شمردن و همونطوری که آقای بوتساز توضیح دادن ما شاید تا 2-3 روز ندونیم انتخابات چی میفته، ولی چه اتفاقی میفته، ولی اینو میدونیم که با سرکوب کردن رأی‌ها طبق کاری که حزب ریپابلیکن در این 4 سال و در طی 40 سال اخیر انجام داده، این انتخابات به احتمال قوی در دادگاه عالی مملکت به نتیجه خواهد رسید و توی دادگاه عالی مملکت در حال حاضر جاستیسایی هستند که ترامپ اونجا نشوندتشون. بنابراین آیا این عدالت واقعی هستش و یا ما انتخابات دموکراتیک داشتیم یا نه، میشه یک بحث جداگانه و هممون عقاید شخصی خودمون. حتما ما بحث‌های جداگانه متعددی در روزهای آینده خواهیم داشت و ممنونم از شما که در بحث امروز شرکت کردین خانم کامران و آقای بوتساز. بحث جالبی بود و ممنونم از شما که بیننده این صفحه 2 ویژه بودید. برنامه ما روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت، روز چهارشنبه، روز پنجشنبه و روز جمعه. با ما همراه باشید تا از واشنگتن شما رو لحظه به لحظه با آخرین تحلیل‌های این انتخابات همراهی کنیم. شب و روزتون خوش. We'll be right back.